پس از دو سال و نیم تعطیلی هفتاد مدرسه در مناطق آزاد شده ی موسل مجددا کار خود را از سر گرفتند. این مدارس که در مناطق تحت کنترل داعش قرار داشتند، توسط این سنیهای های رو به مدت دو سال و نیم تعطیل شده بودند. حسام دین ابار، نماینده شورای استان نینوا در این باره گفت، بازگشایی مدارس در کنار پیشروی های نیروهای امنیتی و آزادسازی مناطق بیشتر در موسل، پیروزی دیگری علیه داعش محسوب می شود. به گفته ساکنان این مناطق گروه تروریستی داعش برخی مدارس را در مناطق تصرف شده همچنان فعال نگه داشته بود و در آنها مطالب تکفیری و افراطی گرایی از جمله خشونت ورزی و کشتار را در کتاب های آموزشی مخصوص به کودکان آموزش میداد که اکنون این کتابها از مدارس جمعآوری شدند. سنیهای تندروی داعش همچنین از مدارس برای آموزش نظامی برخی کودکان و دعوت آنها به آنچه که جهاد میخواندند سوء استفاده میکردن و تعداد دیگر از مدارس را به زندان تبدیل کرده بودند